به آقای خمینی رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی میکنه و انقلاب اون رو سرطان خمینی مینامد. البته میدونید ایشون یه مقدارم تعریف و تمجید از فرهنگ و تاریخ ایران میکرد و حتی شاهنامه رو به نام شاهنامه نام برد و اینها رو به عنوان اسطوره هایی از شاهنامه، در صورتی که ما در شاهنامه اصلا این مقایسات دای خیلی بازار سیاست و کارهای اطلاعاتی پیچیدگیهایی داره. ایشون از آقای رجوی و همسر زوجه مرحوم مسعود رجوی به عنوان حماسه های شاه، ما در شاهنامه که شیعه نداشتیم، به قول معروف روسری به سر نداشتیم، بره در بارگاه زری امام حسین و مکه، مثلا این نمیخوره. میتونست مثلا بگه که ایشون مثلا از مانند شهدای کربلاست، یا هرچند که اونا سنی هم به کربلا هم اعتقادی ندارن. به هر حال یک قیاس معقول فارغی انجام داد. اما اعلان مرگ آقای رجوی رو به طور غیر مستقیم ولی علنی دو بار انجام داد. خب چرا عربستان داره نزدیک میشه به سازمان مجاهدین؟ البته سازمان مجاهدین یکی از اپوزیسیون های ایران هست، چون ما در واقع باید بگیم تنها اپوزیسیون سازمان یافته و فعال ایران هست. اینو باید بپذیریم. دیگران اپوزیسیون نیستن، در تعریف چارچوب تعریف اپوزیسیون نمی گنجن. برای اینه که کار اینها بیانیه دادن و اعلامیه تسلیت دادن و کپی پس کردن روی فیسبوک و شبکه اجتماعی و جلساتی برقرار کردن و شعار دادن و میز گرد و میز بیزی و میز دراز نشستن و پخش نمیدونم شغل و مقام های آتی برای خودشون هست و همینطوری هم تو سر خودشون میزنن. اینها اپوزیسیون نیستن، اینها بیشتر چون کاری ازشون بر نمیاد دست به این کارا میزنن که نامشون مطرح باشه. شما خودتون بهتر اینا رو میشناسید. اما مجاهدین هر چی که باشن یک گروهی هستن که آموزش های نظامی دیدن. اینو من شخصا تجربات خودم میگم، اینها افراد مجاهدین، اعضای مجاهدین، خب البته ریزش شده، برخی پشت کردن، عوامل نفوذی هم تو اینا بوده، از اینا جدا شدن. متاسفانه بسیاری که از اینا جدا شدن به دامان جمهوری اسلامی رفتن، ولی مجاهدین مرد و زنشون به عنوان یک مأمور اطلاعاتی با تجربه اینها میتونن کار انجام بدن. حواسشون خیلی جمعه، هوشیارن، مثل دیگر اپوزیسیون ساده لوح نیستن. به هر حال مجاهدین هم تا حالا تلفاتی دادن، اما اونطوری که سر دیگران اومدن بریدن اینها کمتر براشون اتفاق افتاده. و الانم که میدونید جمهوری اسلامی اعتراض کرده، به نظر من چون نزدیک 1200 نفر از اینها هنوز در پایگاه لیبرتی هستن که چند روز پیش هم هفته پیش اینجا رو با 40-50 تا خونپاره بمباران کردن، همین گروهایی به نام البختار، شیعیان دستشانده جمهوری اسلامی. اما این مسئله فکر نمی کنم تنها به حرف بگذره. خب مجاهدین پیرن، بیمارن، سالهاست اردوگاه نشینن. این خبر بدم. اول بگم که ما یه مقداری از این برنامه رو متاسفانه توی ضبط اشکال داشت و یه بخشایی از این برنامه ضبط نشد. اما از اینجا دوباره بگم که محور بحث ما حضور آقای ترکی فیصل توی جلسه مجاهدینه و اینکه این موضوع رو اعلام کرده. بر اساس همین گفته های شما، سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان، به عنوان کسی که بالاخره سود بزنه 10,000 تا آدمو جمع میکنه، یه سازمانه. اون چیزی که میتونه یک حکومت جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه همین سازمانه. یعنی اگر آدما بتونن سازمان تشکیل بدن و بتونن اون سازمان رو یه جوری رهبری بکنن، به حرکت در بیارن، میبینی که جمهوری اسلامی صاف در مقابلش میسته و اصلا امکان نمیده. شما حرکت های تک تک میبینی، آدم های بسیار قوی رو در ایران میبینی که حرف های مهمی میزنن، زندان میرن، کتک میخورن، شکنجه میشن، کشته میشن، ولی تا زمانی که اینا نتونن سازمان بشن بنابراین کاری ازشون پیش نمیره، جمهوری اسلامی خیالش راحته. حالا که بحث به اینجا رسیده و این رو ما به عنوان یه سازمان مطرح میکنیم، پرسش این خواهد بود که آیا ترکی فیصل که رفته به این جلسه و از اینا همونطور که شما اشاره کردید به عنوان اسطوره‌های شاهنامه یاد میکنه و بهشون میگه شما با سرطان خمینی مبارزه کردید و این حرفا، آیا فکر میکنی که این به خاطر همین جریان و این درگیری که بین ایران و عربستان وجود داره
من همیشه این رو فکر کردم با خودم که اگر اوضاع به همین احوال پیش بره، سال آینده اینا با همدیگه روبرو میشن، اصلا درگیر جدی خواهند شد. و همیشه هم گفتم که این تابستانی که ما در پیش داریم، یعنی این تابستان، تابستان داغی است و منتظر باشیم که حرکات رو ببینیم. یه سری هم حرکت هست در کردستان و اونجا هم حزب دموکرات کردستان ایران حرکتهایی را آغاز کرده و اعلام کرد که به مناسبت سالروز تئودور قاسملو اعتصاب بکنید، و کردستان اعتصاب کرد و مغازه ها را همه در شهرها و روستاها همه تعطیل کردن. اگه این را بخوایم به هم پیوند بزنیم، این آشوبایی که در منطقه وجود داره و این جریاناتی که در داخل ایران الان شکل گرفته، حضور ترکی فیصل وقت چه معنایی پیدا میکنه؟ آیا واقعا این سازمان رو میخوان ازش استفاده اینجوری بکنن که شما داشتید اشاره کردید که به عنوان چشم و گوش یا به عنوان نیروی تفنگچی و نظامی و اینها چه شکلی رو پیدا میکنه؟ بفرمایید بشنویم. در وهله اول البته شما اشاره کردید، من کاملا با شما موافقم، در بلوچستان، در کردستان، در خوزستان ما حرکاتی رو حتی کمتر در آذربایجان داریم مشاهده میکنیم که پشت این مسئله اعراب هستند، یعنی به ویژه عربستان، و این جنگ نیابتی است که اینها در سوریه و عراق و لبنان و یمن دارن. مسئله یمن هنوز پایان نیافته، یمن حکومت نداره و همینطوری در هواست. اما بهترین و ساده ترین کاری که میتونن، البته اینه به شما بگم که سعود الفیصل سورپریز نیومده بود یه دفعه وارد اون جلسه بشه. احتمالا ماها پیش از این مذاکراتی بین ایشون یا هیئتی که در اختیارش داره، اعضایی که داره در اون اندیشکده مسائل به نام مطالعات اسلامی شاه فیصل که اندیشکده اطلاعاتی هست، ایشون روابطی هم با اسرائیل داره، عکساش هست که با برخی مقامات اسرائیلی سابق مثل خودش در تماس بوده، این در زمینه سازی شده و الان ما باید منتظر باشیم که کارهای عملی رو به زودی هم ببینیم. اولین کاری که مجاهدین میتونن بکنن فعالتر کردن، چون فعال هستن، اما فعالتر کردن شبکه‌های اطلاعاتیشون در ایران، و در مرحله دوم این شبکه‌های اطلاعاتی به شبکه‌های عملیاتی ایزایی تبدیل بشن، چون این سابقه رو مجاهدین دارن، این پروسه رو میدونن، میشناسن. سازمان‌های چند نفره این بر اون بر اپوزیسیون نیستن که اینا حتی وقتی یه کاری رو هم شروع نکردن هنوز میگن آقا میخوان بیان ما رو بکشن، اینا این چیزا رو واردن. مرحله دوم همین عملیات ایزایی است و شما ببینید الان در ایران آتش‌سوزی‌های مشکوکی را میفته و جمهوری اسلامی چون هفته پیش یک فیلم موسیقی رو پخش کرد که عوامل داعش رو در ایران دستگیر کردن، چند روز بعد در بندر ماهشهر یکی از برج‌های اون پتروشیمی آتش گرفت و سوخت. وزیر نفت خودش اونجا رسوند کمتر از 24 ساعت و گفت نه این خرابکاری نیست. آخه هیچ جای دنیا یه همچین مسئله رو بدیم که کمیسیون تحقیق متخصصین بیان تحقیق کنن نمیان اعلام کنن، برای اینکه در شبکه‌های اجتماعی اعراب خوشحالی میکردن که ایران در حال سوختنه. یا چند روز پیش به یه نماینده مجلس حمله کردن در منطقه دالائو در سمت غرب، خب البته اونو پژاک به عهده گرفته، شعبه کرد پکاکای که در ترکیه هست. اما این مسائل هم هست که جای دیگه داره میسوزه. من اشاره کردم اینو که در سال 57 صنعت نفت اعتصاب کرد، شاه رو از وادار به سقوط کردن. در واقع یکی از مسائل عواملی که باعث سقوط شاه شد